از حضور در تشک کشتی تا پرده نقره سینما محمد علی فردین بازیگر تهیه کننده ستاره سینما و نایب قهرمان کشتی جهان نماد مردانگی و جوانمردی در فیلم های فارسی امروز با زندگی نامه محمد علی فردین در خدمت شماییم اما قبل از شروع لطفا این ویدیو رو لایک کنید و یارتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید محمد علی فردین زاده 15 بهمن سال 1309 تهیه کننده بازیگر سینما کارگردان و نایب قهرمان کشی جهان بود او که فعالیت سینمایی خود را از اواخر دهه سی شروع کرده بود از دهه چهل به بعد ستاره بزرگ سینمای ایران بود فردین که قهرمان بیچون و چرای باکس آفیس در همان دوره بود در 25 سال کار حرفه خود میلیون ها تماشاگر را جذب بازی خود کرده بود در بین سالهای های تا پنج پنج او در محبوبترین ترین فیلم های سال در سینمای ایران بازی کرده او همچنین در ورزش کشی فعالیت داشت و در قهرمانی جهان سال 1954 به مدال نقره دست یافت او سپس با دعوت اسماعیل کوشان اولین حضور حرفه‌ای خود در سینما را با بازی کردن در فیلم چشمه آب حیات ساخته سال 38 آغاز کرد. سلطان غلب ها، کوچه مردها، فریاد نیمه شب، گنج غارون، ساحل انتظار، برزخی ها و جبار سرجوخه فراری از فیلم های برجسته فردین هستند. دلیل محبوبیت فردین هم به عنوان بازیگر عمدتا به دلیل شخصیت است که او در فیلمهایش تفسیر کرده. فردین از معدود بازیگرانی است که به او لقب سوپر را دادند. او در جشنواره سینمای سپاس برای بازی در فیلم سلطان ها جایزه بهترین بازیگر مرد در سال 48 را از آن خود کرد و لوح سپاس را کسب کرد او بعد از انقلاب به همراه سعید راد و ناصر ملک مطیعی در فیلم برزخی ها به کارگردانی ایرج قادری بازی کرد که در سال 61 به روی پرده رفت و بعد از مدتی توقیف شد. این فیلم آخرین حضور فردین در عرصه سینمای ایران بود و بعد از آن اجازه کار به این سوپر استار بزرگ داده نشد. هنوز هم از فردین به عنوان بزرگترین بازیگر مرد در کل تاریخ سینمای ایران یاد می شود. و هنوز هم چهره محبوبی در میان تمام ایرانیان است. اما برگردیم به عقبتر. محمد علی فردین فرزند علی متولد 15 بهمن سال 1309 در تهران و از خانواده هنردوست در محلی بین خیابان شهباز و خیابان ری به اسم عدیب الممالک کوچه صحت به دنیا آمد. پدر او علی گل فردین کارمند اداره تسلیات و بازیگر تئاتر بود. محمد علی فردین دو برادر به نام های عباس و ایرج و یک خواهر داشت. او فرزند ارشد خانوادش بود. او دوران ابتدایی خود را در دبستان ترقی و دوره متوسطه را در دبیرستان آذر در خیابان شهاباد گذراند و موفق به اخذ دیپلم شد او در سن هجه سالگی به خدمت سربازی رفت و دو سال در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت کرد فردین در سال 28 یعنی در 19 سالگی با مهری خمارلو ازدواج کرد و فردین تا انتهای عمرش به همسرش وفادار ماند و حاصل این ازدواج چهار فرزند به نامهای سیاوش، عاطفه سعید و آمنه بوده. فردین در پنج سالگی علا رقم مخالفت پدرش به شکل هرفهی به وردشوایی چون جیمناسیک، شنا و فوتبال پرداخت. و با تغییر پی در پی در رشوهای ورزشیاش سرانجام سر از دنیای کشی درآورد او به باشگاه نیرو و راسی رفت و زیر نظر کیومرس اول ملوکی به فراگیری کشفی برداخت. اول ملوکی در مورد فردین این گونه می گوید. او بسیار باهوش بود. فنون کشفی را به راحتی یاد می گرفت و خیلی راحتتر آن را اجرا می کرد. او بیشتر از اینکه از زور بازوی خود استفاده کند از هوش و ذکاوتش بهره می گرفت. فردین به عطاب باشگاه تهران رفت. در اینجا بود که با جهان پهلوان غلامرضا تختی ملاقات کرد. او در این باشگاه زیر نظر حبیب الله بلور به صورت حرفه‌ای کشتی را دنبال می‌کرد. او اولین بار در مسابقات قهرمانی کشور در رشته آزاد در سال 32 که در اصفهان برگزار میشد در وزن ششم مدال برنز گرفت و در سال 23 در انتخابی تیم ملی و در وزن 73 کیلو برگزیده و راهی تیم ملی شد. او در دومین دوره مسابقات جهانی در سال 1954 میلادی در توکیو به همراه زنده یاد غلام رزا تختی، احمد وفادار، محمد مهدی یعقوبی و سایر اعضای ملی به روی توشک رفتند و محمد علی فردین با شکست حریفانی از سوئد، فیلیپین، ژاپن و آرژانتین فینالی شد اما در مبارزه پایانی مغلوب حریف گرجی از شوروی سابق شد و به مدال نقره دست یافت. فردین برای اینکه ثابت کند در فرنگی هم تبهر دارد در مسابقات قهرمانی کشور در سال 37 در وزن ششم بعد از اینکه همه حریفان خود را تا فینال شکست در مبارزه نهایی در فینالی تکراری از صد محمد بهادوری گذشت و با کسب عنوان قهرمانی در صدن وزن ششم قرار گرفت اما او به دلیل آسیب دیدگی و پاره از نامهربانی ها مجبور شد با دنیای کشی خداحافظی کند اما او از معدود ورزشکاران است که هم در فرنگی و هم در آزاد عنوان قهرمانی ایران را نصیب خود کرده. یه لحظه سب کن. اگه تو اینجای ویدیو همراه ما بودی لطفا این ویدیو رو لایک کن و یارد نره که کانال ما رو سابسکرایب کن. فردین و ورود به عرصه سینما و شروع موفقیت های روز افسونه ورود فردین به عرصه سینما کاملا اتفاقی بود. او که در زمستان سال 38 زمانی که 28 سال داشت و برای دیدن فیلمی و سن به سینما رفته بود به گفته خودش بلیت به اون نرسید و گیشه بلیت فروشی بسته شده و پشت در سینما ماند در این حین اسماعیل کوشان که با چهره فردین در کشی آشنا شده بود جلو آمد و او را به داخل سینما دعوت کرد کوشان به او پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات را داد و فردین پذیرفت و بدین ترتیب به عنوان یکی از هنرپیشه اصلی فیلم اولین نقش حرفه‌ای خود را در سینمای ایران بازی کرد. بازی در فیلم های فردا روشن است و فریاد نیمه شب به کارگردانی ساموئل خاچکیان نقطه عطف کارنامه هنریش محسوب می شود. آثاری که توانستند عنوان بهترین و پرفروشترین فیلم سال را از آن خود کنند. فردین با فیلم آقای قرن بیستم به شهرت رسید و در میان سالهای 41 تا 47 به سوپرستار سینمای ایران تبدیل شد. در سال 44 او با بازی در فیلم گنج قارون شهرت خود را صد چندان کرد. در ابتدا پخش گنج قارون با استقبال عمومی همراه نشد اما وضعیت 180 درجه تغییر کرد و فروش فیلم دو برابر شد و کم کم نام گنج قارون بر سر زبان ها افتاد. فیلمی که صفای طولانی برای سینماها به همراه داشت. تقریبا کل افراد جنوب شهر تهران و شهرستان ها بارها و بارها به دیدن این فیلم رفتند و گنج قارون به فروشی افسانه‌ای در تاریخ ایران دست یافت. این فیلم در سال 44 حدود 5.3 میلیون تومان فروش داشت و قریب به دو میلیون نفر از این فیلم بازدید کردند. فیلم گنج قارون یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ سینمای ایران شد و به گفته بسیاری از هنرمندان بازار ورشکسته نمایش فیلم ایرانی رونق گرفت. بعد از این فیلم نقطه عطف سینمای ایران شروع شد و در حقیقت شخصیت فردین موجب آشی مردم با سینمای ایران شد. یکی دیگر از آثار شاخص او فیلم سلطان غلپاس که به کارگردانی و بازیگری محمد علی فردین تهیه شد. این فیلم هم استقبال خوبی داشت و در واقع اعتراضی به سینمای یک نواخت آن دوران بود. فردین در مورد این فیلم می گوید که در آن زمان تمام فیلم ها کلیفهی و تکراری بود و من این جرأت را کردم و حاضر شدم که با آن مشکلات فیلم متفاوتی بسازم. فردین به دلیل اینکه در فیلم سلطان قلپا کارگردان است به شخصیت حقیقی خود که نمادی از پهلوانی، معرفت و جوانمردی و بلند پروازی است باز می کردن. او در سال پنجاه در فیلم همای سعادت که اولین محصول مشترک ایران و هند بود بازی کرد و در این فیلم در کنار سانجو کمار و وحیده رحمان به ایفای نقش پرداخت. اما بعد از انقلاب این سوپرستار سینمای ایران همچون بسیاری دیگر از هنرمندان سرشناس بارها به دادگاه انقلاب فرا شد و برخلاف علاقه شخصیش از فعالیت هنری من و به اجبار از سینما فاصله گرفت که بابت این بسیار غمگین بود او بعد از انقلاب برخلاف بسیاری از دوستانش از ایران نرفت و سالها در مغازه شر میدان ونک تهران به فروش فرش مشغول بود محمد علی فردین در سال 78 مصاحبه ای با رضا کیانیان انجام داد که بعد از مرگش در کتاب ناصر و فردین منتشر شد. حتی بعد از انقلاب سه از سینمایی که فردین نصف سهم او را داشت توسط ستاد اجرایی فرمان امام از خانواده محمد علی فردین گرفته شد و این سدانگ دانگ طی با قیمت پایه 2 میلیارد و 550 میلیون تومان به عنوان ساختمان فرهنگی مذهبی به مزایده گذاشته شد. و سکانس آخر محمد علی فردین بازیگر معروف و محبوب ایران در روز پنجشنبه هجوه فروردین سال 79 در 69 سالگی بر اثر ایست قلبی در منزلش از دنیا رفت. و صبح روز شنبه از ورزشگاه امجدیه در میانه سیل خروشان هنرمندان و مردم به سمت قطعه هنرمندان بهش زهرا در تهران بدرقه و به خاک سپرده شد او در قطعه 88 ردیف 159 شماره ده قبرستان بهش زهرا دفن شده با اینکه فردین از دنیا رفته اما نام و یاد و نقش های ماندگار او در صفحه تاریخ ایران نقش بسته خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. خوشحال میشم اگه نظرتون رو در مورد این ستاره سینمای ایران زیر همین ویدیو باهامون در میون بذارید. در ضمن یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین.